به مدرسه زبان آلفرا خوش اومد. در ادامه مکالمه برای مبتدی ها به جلسه دومش رسیدیم. قبل از این برای دوستان که اولین بار توی این آموزش شرکت میکنم باید بگم که از قبل خوبه آموزش زمیرها و آموزش امویزار رو دیده باشین خیلی کمک میکنه و واقعا کارتون رو آسون میکنه خب من آموزش زمیرها رو لینکاش رو به ترتیب به شکل جداگانه فقط برای شما در تلگرام قرار دادم میتونین به از اونجا به ترتیب ببینین مخصوصا ستای اولش خیلی مهمه و کمک میکنه ضمن اینکه سایر آموزش ها هم به ترتیب برای شما عزیزان اونجا قرار دادم و میتونید لینکش را از کانال تلگرام بگیرید پس هرچی زودتر عضو کانال تلگرام ما بشین تا از اونجا مرتب و منظم در تا رو دنبال کنید پی ببینیم درس امروزمون چیه؟ Where are you from؟ Where are you from؟ یعنی اهل کجا هستید؟ از کجا اومدید؟ درسته وقتی میخوام بپرسن که شما از کجا آمدین یعنی در واقع تو کدوم کشور به دنیا آمدین کجا بزرگ شدین این سوال رو میپرسن Where are you from نه اینکه کجا زندگی میکنید این دوتا رو نباید با هم اشتباه بگیرید جایی که زندگی میکنید با جایی که اهل اونجا هستید ممکن دو جای متفاوت باشه مثلا ممکن شما تو افغانستان به دنیا آمده باشید ولی توی ایران بزرگ شده باشید پس این دوتا با هم متفاوته Where are you from؟ اهل کجا هستید؟ از کجا میایید؟ این سوالشه خب ما باید جوابش هم یاد بگیریم و سوالش هم بررسی کنیم که چه نکته داره بریم ببینیم درس امروزمون چیه Where are you from? شما اهل کجا هستید؟ از کجا میاد؟ ببینید بچه Where به معنی کجا زمانی که انتهای جمله علامت سوال وجود داشته باشه یعنی ممکنه یه معنی دیگه هم داشته باشه که اینجا بهتون نمیگم اما وقتی که آخر جمله علامت سوال داره و Where اول جمله میاد حتما به معنی کجا هست خب پس Where are you from? یعنی شما از کجا میاید حالا بعد تک تک کلمه معنی میکنم ببینید بی معنی میشه یه خورده where کجا are هستید you شما from شه از شه از شما هستید کجا خب یا شما از کجا هستید در واقع به فارسی میشه چی شما از کجا میاید شما اهل کجا هستید وقتی هم که تاکید میکنم میگم زمیر ها و, و امویز آر رو ببینید برای این دوتا کلمه هست آر که اینجا وجود داره و یو که اینجا وجود داره و ما هی میتونیم اونا رو تغییر بدیم خب حالا ببینیم جواب این سوال چیه I'm from این کشور چی؟ افغانستان I'm from افغانستان I'm from افغانستان. یعنی چی؟ یعنی من هستم از افغانستان. یعنی من اهل افغانستان هستم. I'm بچه در واقع همون مخفف I am هست. I am. I am میشه چی؟ I'm مخفف شده. سیادتون باشه. بین I و M و فاصله نذارید یعنی همه رو جفت هم بنویسید من دیدم که بعضی از دوستان یا ابستروف رو جا میندازن یا وقتی که ابستروف میذارن فاصله ایجاد میکنن بین نه این توی نیست این ستا با هم دیگه پشت هم نوشته میشن خب یادتون نره به هم جفت کنید و یادتون باشه که حتما جمله رو با حروف بزرگ شروع کنید و آخرش رو نقطه بذارین. حتی تو کامنت که می این نکته رو رعایت کنید تا تمرین بشه و یاد بگیرید. پس I'm from Afghanistan یعنی من اهل افغانستانم. حالا قرار ما این چند تا کشور رو با هم تمرین کنیم. یعنی سوال Where are you from رو با این چند تا کشور جواب بدیم و بعدش بریم سراغ سوال های جور و جور. خب. اول از همه Where are you from? Where are you from? Where are you from؟ اهل کجا هستین؟ I'm یا yeah, I am، I'm from Afghanistan. یعنی yani چی؟ I am from Afghanistan. من اهل افغانستانم. Where are you from؟ I'm from Iran. یعنی من اهل ایرانم. I'm from Iran. Yo, I am from Iran. Where are you from? I'm from Canada. I'm from Canada. Where are you from? I'm from Australia. I'm from Australia. Australia has Where are you from? از کجا می آین؟ I'm from Sweden. I'm from Sweden. یعنی از سوئد می آم. اهل سوئد هستم. Where are you from? Where are you from? I'm from Norway. یعنی اهل نروژ هستم. از نروژ می آم. I am from Norway. I'm from Norway. هر دوش یکیه. پس where are you from? اهل کجایی؟ I'm from اهل بعد بقیه جمله رو میکن. خب بریم ببینیم قراره چه چیزای جدیدی از where are you from یاد بگیریم. قراره یاد بگیریم که بگیم کی اهل کجاست؟ از دیگران بپرسیم. یعنی از مخاطبمون در مورد دیگران سوال کنیم که فلانی اهل کجاست مثلا پسرموی تو اهل کجاست مادر تو اهل کجاست میتونیم اینا رو بپرسیم از دیگران درسته حالا برای این کار من یک گزینه های کمکی براتون این بالا مشخص کردم که زیاد پیچیده نشه برای کمک به آموزش اینا خب شما بدونین از قبل که هر وقت قرار فاعل شما یو و دی باشن از فعل آر استفاده کنیم یعنی چی؟ یعنی اگه میخوایم بپرسیم اهل کجایی یا اونا اهل کجا هن باید آر بیاریم خب اگه بخوایم بگیم اون خانوم یا اون آقا اهل کجا هن باید چی بیاریم ایز بیاریم فعل براشون یعنی در واقع آر و ایز رو برای اینا تقسیم کردم برای اینکه بگیم من اهل فلان جا هستم که خب مشخصه I am تمرین کردیم دیگه I am from برای I am میاریم درسته؟ ولی برای اینا you و they are میاریم برای she و he is میاریم حالا ببینیم جوری عمل میکنه نگاه کنه گزینه اول میگه تو اشاره میکنه به تو مخاطب اشارهش به سمت توه خب کشورش هم ایرانه پس میخواد تو رو انتخاب کنه و کشور ایران بعد چی بگه؟ باید بگه Where are you from؟ پس اول باید آر بگه نه باید ایز بگه چرا؟ چون یو میخواد بگه درسته؟ گه Where are you from؟ تا اینجا ساده بود چون قبلا خونده بودی بعد میگه چی I am from ایران درست شد؟ خب حالا میخوایم بگیم اون خانوم اهل کجاست ببینید این خانوم اهل افغانستان میخوایم بگیم میخوایم بگیم این خانوم اهل کجاست بعد بگیم چی؟ این خانوم اهل افغانستانه درسته؟ حالا ببینیم چی میشه این خانوم کدوم زمیر براش به کار میره؟ درسته؟ پس فعلش چی میشه؟ is پس میشه چی؟ where is she from؟ where is she from؟ ببینین is و she با هم میان درست شد؟ where is she from؟ حالا میخوایم بگیم اون از افغانستانه بعد بگیم چی؟ she is from افغانستان she is from افغانستان درست شد؟ She is. Is she. درست شد؟ خب. حالا میخوایم بگیم اون آقا اهل کجاست؟ کدوم زمین رو باید بگیم؟ He. آفرین. بعد فعلش میشه is. درسته؟ پس میشه Where is he from? Where is he from? یعنی اون آقا اهل کجاست؟ از کجا میاد؟ حالا میخوایم بگیم اون از توت میاد. بگیم He is from سویدم He is from Sweden. خب میشه اون از سوئد میاد. حالا میخوایم بگیم این دختر خانم که اسمش مری هست از کجا میاد؟ باید چی بگیم؟ Where چی باید بگیم؟ مری کدومشون میشه؟ ببینید مری اسمه. اسم یک دختره. درسته وقتی میخوایم بگیم مری کجاست یعنی مری پیش ما نیست و قایبه وگرنه از خودش میپرسیدیم پس میشه دختری که مفرد و قایبه میشه شی درسته پس مفرد معنیز قایب میشه شی براش شی انتخاب میکنیم فعلش میشه چی خود به خود میشه is میشه where is she from یا where is Mary from Where is Mary from؟ پس میشه چی؟ Where is Mary from؟ Where is Mary from؟ حالا تو جواب میتونیم براش شیو انتخاب کنیم و بنویسیم اون از فلان جمعیت مثلا استرالیا. She is from Australia. پس مری اهل کجاست؟ او اهل استرالیا است. دوباره نگفتیم مری اهل استرالیا است. به جاش زمیر به کار بردیم. اول اسمش رو گفتیم چون مقصود ما مری بود و بعد زمیر براش به کار بردیم. حالا بریم بعدی. اینا چند نفرن؟ دو نفرن. زمیر براشون چی میشه؟ میشه؟ they درسته؟ چون ما داریم در موردشون میپرسیم. اگه مخاطبمون بودن یو میشد اما یو رو خب تمرین کردیم دیگه ولی الان میخوایم بگیم اونا اونا اگه میخوایم بگیم باید دی به کار ببریم زمیرش دی هست و فعلش میشه چی آر آر where are they from where are they from where are they from درست شد اونا اهل کجا هستند؟ حالا میخوایم بگیم اونا از کانادا هستند. باید زمین رو اول بیاریم They are from Canada They are from Canada اونا از کانادا میان درست شد؟ خیلی هم عالی حالا میخوایم بپرسیم دوست تو از کجا میاد؟ ما از این خانم که موبایل دستشه میخوایم بپرسیم دوست تو از کدوم کشور میاد؟ از کجا میاد؟ اهل کجاست؟ خب اول باید بدونیم که دوست تو چی میشه؟ دوست تو توی مکالمه قبلی خوندیم شد چی؟ Your friend Your friend دوست تو زمیر براش کار میره در واقع صفت ملکی Your friend دوست تو حالا میخوایم بگیم دوست تو از کجا میاد کدوم باید اول بگیم آر یا ایز Your friend ببینیم بعد بررسی کنیم Your friend یه دونه است تو عکس میبینی یه دونه است خب نگفتیم Your friends اس نداره که جمع بشه بدون اس یه نفره Your friend دوست تو یه نفره خب قایب هم هست چون ما داریم از این میپرسیم ما از این که نمیپرسیم از این داریم در مورد یه نفر دیگه میپرسیم پس قایب حساب میشه پس یه نفر و قائبه اینا رو ببینید اینا جمعن اما این دوتا یه نفر هم و قایبن مهم نیست هر کدوم که هستن یه نفر و قایب در هر صورت ایز میاد پس میشه where is حالا your friend رو میاریم where is your friend from where is your friend from خب جوابش میتونیم چی زمیر بیاریم یعنی شی شی ایز فرام نوروی اون از نروژ نورویش میاد نروژیه شی is from نوروی تمام خیلی هم عالی عالی پس ما یاد گرفتیم از مخاطبمون بپرسیم دیگران اهل کجا هستند حالا نوبتی هم که باشه نوبت شما هست. ببینیم سوال شما چیه که برام جوابش رو کامنت کنین. Where is your wife from؟ Where is your wife from؟ یعنی همسر شما، همسر خانوم یعنی همسر آقا نه. همسر شما، زن شما، اهل کجاست؟ خب، اگر شما مرد هستید، اگر خانوم هستید بنویسید Where is your husband from? Where is your husband from? اگر میخواید در مورد دوست پسرتون بنویسید به،, به این سوال جواب بدید Where is your boyfriend from? اگه میخواین در مورد دوست دخترتون جواب بدین میتونین بنویسین Where is your girlfriend from؟ یعنی دوست دختر شما اهل کجاست؟ برای همه اون جواب ها میتونین با چی شروع کنین؟ زمیر حالا خودتون تو جواب انتخاب کنید که کدوم زمیر رو برای اون کسی که میخواین بنویسین فقط به من جواب بدین تو کامنت ها حالا اگه دوست داشتین میتونین سوال رو هم بنویسین توی کامنت ها و بعد جواب رو زیرش بنویسید که اینجوری هر دوتا رو تمرین کرده باشین یعنی هم سوال رو تمرین کرده باشین هم جواب رو تمرین کرده باشین من حتما نوشته های شما بررسی میکنم و اگر اشکالی وجود داشته باشه حتما بهتون با کمال میل پاسخ میدم خب دوستان یک نکته رو فقط بگم و ازتون خدافزی کنم یادتون نره جملات رو با حروف بزرگ شروع کنید و با نقطه یا علامت سوال تموم کنید اگه آموزش رو دوست داشتین ما رو از لایک، like, کامنت و سابسکرایبتون بی بهره نذارین از ما حمایت کنید تا همیشه بهتر از قبل به کارمون ادامه بدین تا آموزش بعدی خدا نگهدار